امشب در 24 وزیر اسرائیلی به برنامه 24 گفته کشورش میدونه که ایران پشت همه این ماجراست. گفتگو با مای گولان وزیر ارتقای جایگاه زنان در اسرائیل تا دقایق دیگه. آیا اسرائیل استراتژی روشنی برای غزه بعد از حماس داره؟ پایان سفیر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه آنتونی بلینکن پیش از ترک ترکیه درباره خطر گسترش جنگ در منطقه هشدار داد. نخست وزیر عراق یک روز بعد از دیدار با بلینکن با خامنه‌ای و رئیسی گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران میگه مقامات آمریکایی به تهران پیام دادن که واشنگتن به دنبال آتش بسه. و افزایش آوارگان جنگ تا مرز 1.5 میلیون نفر. دبیر کل سازمان ملل میگه نوار غزه به گورستان کودکان تبدیل شده. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. در 31 روز از شروع جنگ اسرائیل و حماس و با ادامه بمباران غزه و افزایش تلفات غیرنظامی، نگرانی‌ها درباره استراتژی خروج اسرائیل هم بالا گرفته. دبیر کل سازمان ملل گفته غزه در حال تبدیل شدن به گورستان کودکانه. با وجود این، نخست وزیر اسرائیل در حضور ده‌ها سفیر خارجی گفت جنگ اسرائیل علیه حماس یک نبرد محلی نیست، بلکه نبردی جهانیه. بنیامین نتانیاهو گفته محور این حملات توسط ایران هدایت میشه و به گفته او اگر تروریست ها متوقف نشن، اروپا هدف بعدی اونهاست. آنچه میبینیم نبرد گسترده تری بین تمدن و بربریت است. بربریت توسط تروریست هایی که به رهبری ایران هدایت میشود و شامل حزب الله، حماس، حوثی ها و دیگر یاران آنهاست. آنها به دنبال بازگرداندن خاورمیانه و جهان به عصر تاریک هستند. آنها به دنبال خارج کردن مسیر دنیا از هر گونه صلح و پیشرفت هستند. اگر قوی پیش بروند، اگر شکست نخورند، روند جهانی با صلح را از مسیر خارج خواهند کرد و کل خاورمیانه را به خطر خواهند انداخت. اگر خاورمیانه به دست محور ترور بیفتد، اروپا هدف بعدی خواهد بود و به این شکل هیچ کس در امان نخواهد بود. این یک نبرد محلی نیست، این یک نبرد جهانی است. Europe will be next and no one will be safe. میر جاودان فرد تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. میدونم فشارها داره زیاد میشه در مورد اینکه برنامه اسرائیل چه است. خانم اورسولا وندرلوین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته که 5 استراتژی باید داشته باشه اسرائیل، یکیش طبیعتاً همین نابودی حماس و اینهاست، ولی بعد اینکه چه کسی اونجا رو مدیریت بکنم سوال بزرگی است. حرفای هستش که آمریکایی‌ها دارن به طرف اسرائیلی میزنن که خب حالا رفتید و حماس رو نابود کردید، بعدش چی، برنامه چه است؟ هنوز ببینید زود هستش، دولت اسرائیل هنوز نگفته، چون اگه الان بگه شاید برای آینده گروهی که میخواد بیاد جانشین حماس بشه سخت باشه توجیه کردنش، چون شاید این مسئله هستش که شاید، البته هیچ کس نمیدونه به جز دولت اسرائیل، شاید این مسئله به طور سری داره دارن مذاکره میکنن باهاش، به خصوص با قطری ها. فراموش نکنید که رئیس این در بهترین حالته، بدترین حالتش هم اینه که اصلا برنامه‌ای ندارن. سومالی میشه بغل گوش ما میشه سومالی. و ببینید اینم که ما میگیم که من میخوام، مطمئنم خیلی میخوان که حماس واقعا از بین بره در غزه دیگه زیر در، ولی شاید هم یه همچین سناریویی واقعا ما نتونیم جلوشو بگیریم. شاید از طریق قطری ها با یک توافقی برسیم که کسانی که در حماس هستن ولی دیدگاهشون فرق میکنه. ببینید الان تمامش تئوری هستش، بر اساس فرضی هستش، ما هیچ چیزی نمیدونیم. مهمترین اولویت و این یکی از بزرگترین دلایلی که ما اونجا هستیم این هستش که آزادی گروگان ها اول تا این مسئله حل نشه راجع به چیز دیگه نمیشه صحبت کرد. ولی من خیلی طبیعی هستش که من به عنوان شهروند اسرائیلی امیدم این هستش که الان دولت وزارت دفاع اسرائیل داره از طریق آمریکا، از طریق قطر، از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس یک برنامه یا طراحی میکنه که به جانشینی حماس رو تعیین بکنه. یک زمزمه های وجود داره، از جمله در سرمقاله امروز در هارت سیدم که باید این باریکه رو بدم به یک ائتلاف بین المللی.
به نظر میاد که این زمزمه‌ای که اول مطرح بود یه مقدار داره استقبال جهانی هم باش میشه. چقدر فکر میکنید ممکن است همچین چیزی؟ والا شخصا من از خودم اگر عربستانی‌ها بیارین مسئول بشن، چون ما ببینیم ملک سلمان داره چیکار میکنه با کشور خودش محمد بن سلمان، ببینید چقدر داره میسازه، چقدر داره جل اقتصاد عربستان داره پیشرفت میکنه. من از خودم همچین کاری میام تو غزه بکنم، ولی ببینید یه چیزیه که نمیشه چشم پوشی کرد جناب آقای فرزاد، این هستش که ما الان در یک جنگ سرد جدید هستیم. نمیدونم اگه خیلی سرد هم نیست دیگه البته الان. نه من راجع به اسرائیل و غزه نمیگم. الان یک جنگ سرد جدید هست. با چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، کره در یه جبهه، کشورهای غربی دموکراتیک در جبهه دیگه. آینده غزه فقط بین اسرائیل و یعنی این جنگی که الان در غزه ما داریم در چارچوب این جنگ سرد هستش. مثل اینکه مثلا جنگ ویتنام در چارچوب جنگ سرد بود مثلا. پس آینده غزه هم بستگی داره به این جنگ و تنش‌ها در این جنگ، تا چقدر مثلا روسیه میخواد بیاد بازیگر باشه در آینده در این منطقه. چین روابط خیلی خوبی با جمهوری اسلامی ایران داره. من قبل از اینکه این حمله حماس، حمله قراس مشاهدش باشیم، حمله حماس رو یک مقاله نوشتم که گفتم که چین تنها کشوری که میتونه میانجیگری کنه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در مسئله حزب الله. البته بعدش که جنگ شد و اینا، چین ببینید دو تا رهبر جهانی هستن که آیت الله خامنه ای 100% تلفنشون جواب میده، یکی شی جین پینگ در چین، یکی ولادیمیر پوتین. پس اینا هم تاثیرگذار هستن. پس وقتی که ما راجع به فرد قلب جمهوری اسلامی رو کنار فدراسیون روسیه و چین گذاشتن، یه ذره بیش از اندازه اعتبار دادن به تهران نیست؟ اتفاقا من فکر میکنم که مأمور سیاست‌های چین و روسیه در این منطقه جمهوری اسلامی ایران هستش، چون جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت رو نه چین داره نه روسیه، و این برای اونها، برای تامین منافع اونها مهم هستش، و برای همین بسی این جنگ غزه رو در چارچوب اون هم ببینیم، در چارچوب این جنگ سرد جدید. ممنونم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم با ما. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید در ایران اینترنشنال از 31مین روز از جنگ اسرائیل و حماس. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته محور عمده درگیری‌ها گفتگوهای اخیر در خاورمیانه کمک‌های بشردوستانه، جلوگیری از گسترش تنش در منطقه و تضمین صلح دائمی بوده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم در دیدار با وزیر خارجه آمریکا خواستار برقراری فوری آتش‌بس در نوار غزه شده. ترکیه آخرین مقصد وزیر خارجه آمریکا در خاورمیانه بعد از اسرائیل، اردن و عراق بود. آقای بلینکن گفته یکی از نکات مشترک در دیدارهاش در طول این سفر ضرورت مشارکت و رهبری آمریکا در بحران غزه بوده. در مورد بحران غزه ما در مورد افزایش قابل توجه کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند، جلوگیری از گسترش درگیری به منطقه و همینطور تعیین شرایط برای صلح پایدار میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بحث کردیم. فکر می‌کنم ما در روزهای اخیر پیشرفت‌های خوبی در مورد صلح بشردوستانه داشتیم. فرستاده ویژه آمریکا برای مسائل بشردوستانه خاورمیانه هر روز در منطقه کار میکنه. همچنین در طول این سفر گفتگوهای بسیار مهمی با کشورهای منطقه در مورد نقشی که همه برای جلوگیری از گسترش درگیری میتونن ایفا کنن داشتیم. همچنان بر گروگانها از جمله آمریکایی ها متمرکز هستیم و هر کاری که ممکنه برای برگردوندن اونها به خونه انجام میدیم. همچنین نه تنها بر غزه، بلکه بر اون چه که در کرانه باختری اتفاق میفته هم متمرکزیم. نگرانی هامون رو در مورد خشونت های افراطی در کرانه باختری ابراز کردیم. شنیدیم که دولت اسرائیل متعهد به برخورد موثرتر با این وضعیت شده و ما به دقت بررسی میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق میفته. یکی از نکات مشترکی که در طول این سفر شنیدم ضرورت مشارکت و رهبری آمریکاست. مقامات هر کشوری که من باهاشون صحبت کردم به دنبال این بودن که نقش رهبری دیپلماسی خودمون رو ایفا کنیم تا اوضاع بحرانی بهتر شه.
آرش علایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا با ماست. آرش، کم سابقه است دیپلماسی فعالی تا این اندازه از سوی وزیر خارجه آمریکا سومین بار هست به منطقه اومده، با نخست وزیر عراق دیدار کرده و بعضی کاربران رسانه‌های عرب زبان گفتن که سریع‌ترین پستچی ممکن بوده نخست وزیر عراق، چون 10-12 ساعت بعد از دیدارش با وزیر خارجه آمریکا در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده. درسته این سومین تور منطقه ای آقای بلینکن هست، پنجمین سفرش به خاورمیانه از زمانی که حملات حماس علیه اسرائیل شروع شده است. اما دستاوردها چه بوده است؟ دولت بایدن میگوید که خواهان گسترش جنگ نیست. تمام این کشورهایی که آقای بلینکن روش سفر کرد، 5 کشور، هیچ کدومشون خواهان گسترش جنگ نیستن. اسرائیل رفته است خواهان گسترش جنگ نیست، مقامات خودگردان فلسطینی خواهان گسترش جنگ نیست، ترکیه، اردن، عراق، نه هیچ کدومشون خواهان گسترش جنگ نیستن. بخش دیگری این است که اوکی، این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو چگونه میتوانند مهار کنند؟ اونجا هم آمریکا موفق نبوده است. بر اساس چیزی خود سنتکام میگوید، از روز 7 اکتبر تا حالا به 38 بار به مواضع نیروهای آمریکایی حمله شده است. حالا این حمله ها تلفاتی نداشته، در بعضی موارد خساراتی هم به بار نیاورده است، اما اینجا واکنش مقامات کنگره را در بین داشته است. حداقل جمهوری خان به شدت از دولت بایدن انتقاد میکنند، میگویند از موضع ضعف و جمهوری اسلامی برخورد میکنند و جمهوری اسلامی هم اینو نشون میدهد. نیروهای نیابتیش حمله میکنند، اونا هم میگن ما اصلا دخالتی نداریم، درگیری نداریم، کاری هم آمریکایی ها فعلا نمیتوانند انجام بدهند. چیزی که در مطبوعات آمریکا میگویند، در فاکس نیوز حداقل جنرال جکین اومد صحبت کرد، گفتون دوباری هم که آمریکایی‌ها حمله کردن در پاسخ مناطقی بوده است که نیروهای اصلی جمهوری اسلامی اونجا نیستند، یعنی از لحاظ تعداد من پاور بهش میگن، از لحاظ نیروی انسانی، نیروی انسانی پرسونلی جمهوری اسلامی سپاه قدس اونجا حضور نداشتن. در مورد سوم، گروگان های آمریکایی هنوز هیچ کدومشون آزاد نشدن در طول این مدت. این همه سفر کرده است، ایشون داره با همه صحبت میکند، هنوز گشایشی در اون منطقه آزاد حاصل نشده است. گذرگاه رفح، فرستادن موارد بشر دوستانه، میگوین حتی در زمانی که سفر کرده بود فعلا آقای بلینکن، این کامیون هایی که مواد بشر دوستانه رو میبردن به داخل کمتر هم شدن که بیشتر هم نشدن. و از اونجا هم به بعد شما میبینید که یک سری از این ملاقات هایی که الان وزیر امور خارجه آمریکا انجام داده در منطقه، ربطی هم به قضیه اسرائیل داشته. مثلا ترکیه راجع به داستان پیوستن سوئد به ناتو صحبت کرد، آقای بلینکن گفت قول داده است که ترکیه به زودی همکاری بکنه و احتمالا سوئد به زودی عضو ناتو خواهد شد. با مقامات قبرسی دیدار کرده است، با وزیر امور خارجه قطر دیدار کرده است در این بینابین. و در نهایت اون دیپلماسی فعالی که الان شما دارید میبینید آقای بلینکن تور در منطقه انداخته است و داره میچرخد، فعلا دستاورد خاصی در کوتاه مدت برای ایشون به همراه نداشته. ممنونم از آرش علایی خبرنگار ما در کنگره آمریکا. این یک خبر فوری است. خبری فوری داریم. رئیس پارلمان تایلند اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی به او اطلاع دادن که حماس حاضر هستش که گروگان‌های تایلندی رو که در نوار غزه اسیر کرده و اونجا در دست حماس هستن آزاد بکنن. بعضی رسانه‌های اسرائیلی خبر از این میدن که ظاهراً تهران میخواد گروگان‌های تایلندی از طریق گذرگاه رفح به مصر و از اونجا به تهران برن، تا به نظر میاد یک امتیاز سیاسی هم تهران از آزادی گروگان‌های تایلندی به دست بیاره. خبری هستش که دقایق پیش رسانه‌های اسرائیل اینجا منتشر کردن. رئیس پارلمان تایلند گفته مقامات جمهوری اسلامی او رو مطلع کردن که در مورد هویت گروگان‌های تایلندی مطلع کردن و گفتن که حماس قرار هستش که اونها رو از طریق تهران آزاد بکنه. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید. از جنگ اسرائیل و حماس در این 31مین روز از شروع این جنگ اجازه بدید بریم به جنوب اسرائیل. تصاویر زنده داریم از نزدیکی مرز با غزه، جایی که بمباران ارتش اسرائیل همچنان ادامه داره. آنچه میبینید تصاویر غزه هست از دوربین‌هایی که از اسرائیل دارن رصد میکنن این باریکه رو. گمان میره که ممکنه در ساعت‌های پیش رو ارتش اسرائیل وارد خود شهر غزه هم بشه. میدونید که شمال غزه رو عملا از جنوب غزه ارتش اسرائیل جدا کرده و خود مرکز شهر غزه رو هم عملا در محاصره دارن. تصاویر زنده رو میبینید از غزه.
نخست وزیر عراق در سفر به تهران با ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای درباره تحولات غزه گفتگو کرده. این سفر یک روز بعد از ملاقات محمد شجاع السودانی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا انجام شده. علی خامنه‌ای در این دیدار گفته جمهوری اسلامی و عراق با هماهنگی یکدیگر میتونن در زمینه افزایش فشار سیاسی به آمریکا و اسرائیل برای توقف بمباران غزه تاثیرگذار باشن. همزمان ابراهیم رئیسی گفته که تهران از هر اقدامی در منطقه برای بازدارندگی اسرائیل حمایت میکنه. در ادامه واکنش‌ها در ایران به جنگ اسرائیل و حماس، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته مقامات آمریکایی در 3 روز گذشته به تهران پیام دادن که واشنگتن به دنبال آتش بس. در همین حال ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در صورت ادامه جنگ در غزه دامنه تنش‌ها در منطقه گسترش پیدا می‌کنه. این کاملا وارده که در صورت تداوم و استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه امکان گسترش دامنه درگیری و جنگ در منطقه به طور جدی وارد است. ما این پیام رو مکررن منتقل کردیم و این دیدگاه رو در واقع به طرفهای آمریکایی هم منتقل کردیم. دولت آمریکا نمیتواند از یک سو پیغام بدهد و اعلام بکند که ما طرفدار گسترش دامنه درگیری و جنگ در منطقه نیستیم، از سوی دیگر دست رژیم صهیونیستی رو برای اقدام تمام عیار جنایت جنگی علیه ملت فلسطین باز بگذارد. در صورت استمرارشون این شرایطی کاملا وارد هست که جریانهای مردمی و مقاومتی در منطقه به طور جدی و جدیتر اقدام بکنن. حسام دستپیش تحلیلگر سیاسی از بروکسل با ماست. آقای دستپیش، به گمانم الان همه دلشون میخواد بدونن که این پیام‌هایی که بین تهران و واشنگتن داره رد و بدل میشه چه هست، ولی با سرعتی که نخست وزیر عراق از بغداد به تهران رفت میشه حدس زد که پیام‌ها بسیار مهم و کلیدی هست. فکر میکنی چه چیزی الان داره رد و بدل میشه؟ واقعیتش اینه که پیامی که از طرف عراقی‌ها به جمهوری اسلامی ارسال شده اینه که ایالات متحده بسیار جدیه، از این لحاظ که به هیچ وجه نمیخواد که این جنگ به اصطلاح تشدید بشه و از حرکات نظامی اونها، حرکات دیپلماتیک اونها و میز مذاکره‌ای که با کشورهای عربی در عمان تشکیل داده بودن، همه اینا بیانگر اینه که اونها در صددن که یک پیام خیلی واضح رو به جمهوری اسلامی بدن که ایالات متحده با تمام توان در صددی که این جنگ تشدید نشه. دلیلش هم خیلی مشخصه، بحران در خاورمیانه مثل بحران در اوکراین نیست. این بحران اگه تشدید بشه بسیاری از دولت‌ها، بسیاری از کشورها و بسیاری از گروه‌ها را در اون درگیر خواهد کرد. به همین دلیل بنده فکر می‌کنم که پیامی که از طریق ایالات متحده به تهران رسیده همون نی بایدن، اما خیلی واضح و مشخص از طرف یک مقام رسمی به تهران ارسال شده. چقدر فکر میکنید که این پیام ها گوش شنوایی در تهران داره؟ برای اینکه همین الان که داریم صحبت میکنیم چند ساعت پیش مقامات اردنی گفتن یک موشکی که از سمت عراق داشت به سمت اسرائیل پرتاب میشد رو در هوا منهدم کردن، درست یک روز بعد از سفر وزیر خارجه آمریکا. ببینید، سرنوشت این بازی یا تصوراتی که بازیگران دارن مشخص میکنه که رفتار اونها به چه شیوه‌ای خواهد بود. اون چیزی که مشخص، ما باید معادلات سیاسی و نوع نگاهی که نسبت به دولت در اسرائیل وجود داره و بازیگران در اسرائیل نگاه کنیم که به چه سمت و سوی این جریان به اصطلاح ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر هم جمهوری اسلامیه. ببین، جمهوری اسلامی اگر تا دیروز ام القرای اسلام بود، اگر تا دیروز مرکز جهان اسلام بود، اما با رفتارهایی که با به اصطلاح کوفه مانند عمل کرده و علی رو تنها گذاشته، به نوعی میتونیم بگیم که الان تبدیل شد به ام القرای شیعه یا ام القرای جمهوری اسلامی و همین دلیل با یک نوع دلیمای خیلی پیچیده مواجهه. آیا دنبال اون هویت انقلابیش بره و نهایت بازی رو مد نظر داشته باشه یا نه به دنبال این باشه که از تمام ابزارهایی که در دست داره فشار لازم رو وارد کنه که حداقل کارت حماس رو از دست نده. اون چیزی که در حال حاضر داره انجام میده اینه که
بتونه از این ابزارهای کوچک مثل میلیشیاها و غیره که در کنترل داره بتونه اون فشار لازم رو ایجاد کنه تا به اون هدف برسه که حماس در این بین به طور کامل قربانی نشه. اما این یک طرفه و همچنان که گفتم طرف اسرائیلی هم باید به اون نگاه کنیم که آیا آقای نتانیاهو تصوری که از آینده سیاسیش داره منجر به اون خواهد شد در قدرت بمانی که بنده فکر نمی کنم و اسرائیل ها طبیعتاً به سمت سوی خواهند رفت که بدونم بیشتر عقلانیت را به این بازی حاکم کنن. در مجموع میخوام بگم که بازی بمانند خود تضادی که وجود داره بسیار پیچیده است و جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تا آخر بتونه این مسئله رو به خوبی مدیریت کنه. ولی به نظر میاد یک آستانه تحملی هم وجود داره، چه از سمت ایالات متحده چه از سمت اسرائیل. همین الان که دارم با شما حرف میزنم دوباره در جلیل بالا یا بالای جلیل در نقاط شمالی اسرائیل صدای آژیر خطر به صدا درآمده. میشه حدس زد که احتمالاً باز هم یا راکت‌های حزب الله هست یا راکت‌های حماسی که در جنوب لبنان مستقر هستند. دوباره میبینیم از عراق راکت پرانی داریم، ولی به نظر نمیاد که نه اسرائیل نه ایالات متحده راکت پرانی هایی در این حد و اندازه رو به عنوان یک جنگ اعلام جنگ از سمت جمهوری اسلامی یا گروه های نیابتیشون ترجمه بکنن. دقیقاً. ببینید اگه ما تصورمون این باشه که چه زمانی این بحران تشدید خواهد شد یا به عبارتی از فرم دو طرفی اون تبدیل به دولتی میشه، به این معنی که دولت‌ها در اون مسئله درگیر بشن، حتما باید به قولی از سلاح‌های خیلی پیشرفته استفاده کنن. در وهله اول گروه‌های مثل حماس یا میلیشیایی که در عراق هستن بتونن از امکان نظامی استفاده کنن که در جنگ متعارف از اون استفاده میشه. اگه ما این اتفاق رو ببینیم طبیعی واکنش اسرائیل، واکنش کشورهای اروپایی و ایالات متحده متفاوت خواهد بود. سطح دوم قضیه اینه که خب نه اسرائیلی ها میخوان که این جنگ گسترش پیدا کنه. دلیلش خیلی واضحه، اینه که از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ بردی که اسرائیل میتونه در یک جنگ به اصطلاح چند جانبه ایفا کنه میتونه شکننده است. امکان این که بتونه در مقابل تمام این نیروها مقاومت کنه بسیار سخته و در اون موقع است که باید ایالات متحده وارد بازیش بشه. به همین دلیل که ایالات متحده در حال حاضر هیچ پرسپکتیو مشخصی یا به دنبالش این سیاسا نمیخواد به اون سمت بره، به خاطر معادلات سیاسی اون کشوره، به خاطر وضعیت و تجاربی قبلا از بسا حمله نظامی داشتن. به همین خاطر آنچه که در حال حاضر ایالات متحده و اسرائیل شما به عنوان آستانه تحمل ازش یاد کردین به این مفهومه که اونها به این سطح از تنش راضی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز به قول معروف به تهدید امنیتی شدید تبدیل نشده یا نشانه هایی از تهدید امنیتی فوری رو نشون نمیده تا اونها واکنش خیلی جدیتری داشته باشن. ممنونم از شما حسام دستپیش، تحلیلگر سیاسی از بروکسل با ما. جوزف بورل هم گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ باید با یک توقف بشردوستانه آزادی گروگان‌های اسرائیلی رو تسهیل کنه. اتحادیه اروپا کمک‌های بشردوستانه‌اش رو به غزه 25 میلیون یورو دیگه افزایش میده و میخواد مجموعاً 100 میلیون یورو در سال جاری برای غیرنظامیان در غزه هزینه کنه. اورسولا فون در لاین ساعت پیش گفت جریان کمک‌ها از مصر به غزه بسیار کمه و اتحادیه اروپا در تلاش مسیرهای کمک‌رسانی دیگری از جمله مسیر دریایی رو باز کنه. خانم فون در لاین به دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در بروکسل گفته تا امروز اتحادیه اروپا بزرگترین کمک‌های بشردوستانه رو به غزه انجام داده و هنوز هم برای رساندن کمک به غیرنظامیان فشار میاره. Supporting Israel is essential. حمایت از اسرائیل ضروریه و کمک به غیرنظامیان غزه هم ضروریه. شرایط انسانی بسیار وخیم شده. تلفات و رنج فلسطینی‌های غیرنظامی فاجعه باره. ما سیاستگزاران با یک دوراهی دلخراش روبرو هستیم. اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و از اون طرف حماس مخفیگاه‌ها و جنگجویان و سلاح‌هاش رو زیر اردوگاه‌های پناهندگان و زیر زیرساخت‌های غیرنظامی پنهان می‌کنه. حماس به وضوح از فلسطینی‌های بیگناه و گروگان‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه. این وحشتناک و شرارت محض.
وقتی تصاویر کودکان کشته شده زیر آوار رو میبینیم دلمون به درد میاد. همه ما تحت عنوان دموکراسی و انسانیت مسئولیت داریم هر کار ممکن رو برای محافظت از غیر نظامیانی که در معرض خطر قرار گرفتن انجام بدیم. پس در حالی که اسرائیل حق داره با حماس بجنگه، تلاش برای اجتناب از تلفات غیر نظامی و هدفگیری دقیق هم ضروریه، چون جان هر انسانی، چه اسرائیلی و چه فلسطینی، اهمیت داره. دبیر کل سازمان ملل متحد هم با بیان اینکه غزه در حال تبدیل شدن به گورستان کودکانه، بیش از 1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه را برای نوار غزه و کرانه باختری درخواست کرده. آنتونیو گوترش گفته کابوس غزه فراتر از یک بحران انسانیه. کابوس غزه فراتر از یک بحران انسانیه. این بحران بشریته. تشدید درگیری در غزه جهان رو تکون میده، منطقه رو متلاطم و از همه غم‌انگیزتر زندگی افراد بیگناه زیادی رو نابود میکنه. عملیات زمینی نیروهای دفاعی اسرائیل و بمباران مداوم غیرنظامیان، بیمارستانها، اردوگاه‌های پناهندگان، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل رو هدف قرار میده. عملیات زمینی نیروهای دفاعی اسرائیل و بمباران مداوم غیرنظامیان، بیمارستانها، اردوگاه‌های پناهندگان، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل رو هدف قرار میده. هیچ کس در امان نیست. در این حال حماس و شبه نظامیان از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن و کماکان به پرتاب مداوم موشک به سمت اسرائیل ادامه میدن. من یک بار دیگه اقدامات تروریستی شنیع حماس رو کاملا محکوم میکنم و درخواستم برای آزادی فوری بدون قید و شرط و ایمنی گروگانهایی که در غزه نگهداری میشن رو تکرار میکنم. بگذارید واضح بگم، هیچ طرف جنگی بالاتر از قوانین بین‌المللی بشردوستانه نیست. غزه در حال تبدیل شدن به قبرستان کودکانه. روزنامه‌نگارانی که در 4 هفته گذشته کشته شدن بیشتر از هر درگیری در حداقل 3 دهه گذشته هستند. امدادگران سازمان ملل بیش از هر دوره مشابهی در تاریخ سازمان ما کشته شدند. فاجعه‌ای که در جریانه، با گذشت هر ساعت اهمیت نیاز به آتش‌بس بشردوستانه فوری رو افزایش میده. طرف‌های درگیر و در واقع جامعه بین‌المللی با یک مسئولیت فوری و اساسی روبرو هستند. اون هم متوقف کردن این رنج جمعی، غیر انسانی و افزایش فوق‌العاده کمک‌های بشردوستانه به غزه است. امروز سازمان ملل و شرکای ما یک درخواست بشردوستانه 1.2 میلیارد دلاری برای کمک به نوار غزه و کرانه باختری رو اعلام می‌کنند. بعد از حمله حماس به جنوب اسرائیل و شمار بالای زخمی‌های اسرائیلی در این حمله، جمعی از پزشکان ساکن آمریکا تصمیم گرفتن به طور داوطلبانه راهی اسرائیل بشن. یکی از این پزشکان دکتر بابک سعادتمند که از شهر آتلانتا در آمریکا به اسرائیل رفته و این روزها در کنار پزشکان اسرائیلی به درمان زخمی‌ها می‌پردازه. بابک ساقی به سراغ این پزشک ایرانی رفته. مطمئن نیستم که گزارش هنوز آماده باشه. به محضی که حاضر بشه براتون حتما گزارش بابک رو پخش میکنیم، ولی تا گزارش حاضر بشه اجازه بدید بریم به سمت جنوب اسرائیل و تصاویر زنده رو ببینیم از نوار غزه. میدونید که وضعیت انسانی در اونجا بسیار فاجعه باره. دبیر کل سازمان ملل گفته که تبدیل به گورستان کودکان داره میشه. کمی پیشتر خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام اعلام کردش که امارات قصد داره در نوار غزه یک بیمارستان صحرایی بپا کنه. آنچه میبینید تصاویر زنده است از غزه، به نظر میاد منورهایی هستش که ارتش اسرائیل در بخش شمالی این باریکه به هوا پرتاب کرده. همین دقایق پیش هم دوباره حوثی‌ها اعلام کردن که پهپادهای جدیدی رو هاجم اسرائیل کردن. مطمئن نیستیم که در کجای جغرافیای منطقه هستن و آیا در مسیر فعلا منهدم شدن یا نه. همزمان میدونیم که رئیس سازمان CIA، اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا، عازم منطقه شده تا با چندین کشور منطقه دیدارهای دیپلماتیک انجام بده. تصاویر زنده رو می‌بینید از نوار غزه. جنگ می‌تواند در کنار صحنه‌های هولناک و دردناک، لحظه‌های زیبا و احساس برانگیز را نیز در خود داشته باشد. من هم اکنون در کنار بیمارستان برزیلای در اشکلون هستم، نزدیکترین بیمارستان به مرز با نوار غزه و جبهه جنگ، جایی که بیشترین زخمی ها را از سربازان اسرائیلی و همچنین شهروندانی که در جنوب اسرائیل زخمی شدند به اینجا آوردند.
اما در اینجا یک پزشک از آنور اقیانوس ها از آمریکا به اینجا اومده تا داوطلبانه به کمک زخمی هایی که در اینجا بستری هستند بپردازند. امروز به سراغ دکتر بابک سعادتمند میریم که داوطلبانه از آتلانتا به اشکلان اومده تا به بیمارهایی که در اینجا بستری هستند رسیدگی کنه. فکر میکنم که خیلی مهم هست واسه تمام یهودیا، نه فقط یهودیا که تو اسرائیل هستن، در تمام دنیا، که ما باید پشتیبانی همدیگر بکنیم، دور همدیگه جمع بشیم، کمک همدیگر بکنیم. هر کاری که من میتونم بکنم من باید انجام بدم که بتونم برسم به برادر خواهرای خودم. این اتفاقا که الان اینجا داره میشه یه چیزایی که من تا حالا 25 سال که تو آمریکا دکتری هستم من تا حالا من ندیدم. تو آمریکا خیلی ها هست که مثلا با تفنگ بهشون میرسه یا چاقو، اما ترور یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است که یه نفر بخواد بره توی خونه، خدا نکرده یه پیرمرد یا یه بچه اونجا مونده، هر وقت خونه آتش برده. اما این که یه نفر بفهمه که یه پیرمرد گذاشتنش پرو دیوار به آتشش زدن، یه چیز دیگه است. شما به عنوان یکی از رؤسای این بیمارستان در حقیقت میزبان دکتر بابک هستین، چه احساسی دارید و که یک دکتر پزشکی از آمریکا زندگی آرامش را رها میکنه میاد اتفاقا در برزیلای، در جایی که بیشترین زخمی ها هستن؟ همونطور که اطلاع دارید ما در خط جنگ هستیم، نزدیکترین بیمارستانی هستیم که در خط مرز هستیم در نوار غزه. ایشون باعث افتخار ما هستن، باعث افتخار همه ایرانی ها هستن و خیلی از شما متشکریم و خیلی بهتون احترام میذاریم از اینکه شما خونه و زندگی و همه رو کنار گذاشتید اومدید که داوطلبانه به بیمارا، به سربازا، به تمام کسانی که اینجا مورد ظلم قرار گرفتن کمک کنید. عرض کنم خدمتتون که خیلی خیلی ما ترور رو به این صورت هم نشناختیم. تروری که بچه ها رو میسوزونن، تروری که زنها رو تجاوز میکنن، تروری که جوانها رو میکشن بعد این که در جشن طبیعت شرکت میکنن، تروری که بارها و بارها صحبت کردیم که باعث نفرت و ستیزگری در منطقه است. ولی من اینجا جمهوری اسلامی رو میبینم. من به طور یک ایرانی متاسفانه سران جمهوری اسلامی میبینم که با قهر و غضبی که دارن اومدن تمام منطقه رو اشغال کردن، یعنی کشورهای سوریه، عراق، لبنان، میامان. خامنه ای موفق نمیشه، نه تنها خامنه ای، هیچ کدام از سران کشور اسلامی، همه بر باد فدا خواهید رفت. سپاسگزار از شما. بیمارستان برزیلای در کنار نوار غزه، بابک اسحاقی، اسرائیل. ارتش اسرائیل ساعتی پیش ویدیوهای جدیدی از استفاده حماس از اماکن غیر نظامی برای موشک پرانی و اهداف نظامیش منتشر کرده. ارتش اسرائیل میگه این ویدیوها نشون میده حماس پرتابگرهای راکتش رو در یک کودکستان و یک مسجد جاسازی کرده. در هفته‌های پیش اسرائیل بارها به دلیل بمباران اماکن عمومی از جمله مساجد و اردوگاه پناهندگان و آمبولانس با انتقادهای وسیع روبرو شده. اسرائیل بارها گفته حماس از این اماکن غیر نظامی و عمومی برای اهداف نظامی استفاده میکنه. وزیر خارجه آفریقای جنوبی گفته برای اظهار نگرانی این کشور از وضعیت غزه و همینطور ابراز نگرانی جدی نسبت به کشته شدگان کودک و نظامیان بیگناه در سرزمین‌های فلسطینی، همه اعضای نمایندگی دیپلماتیک آفریقای جنوبی رو در تل آویو به پرتوریا فراخونده. نالدی پاندورا با ابراز تأسف نسبت به کشته شدن کودکان در غزه گفته شیوه واکنش اسرائیل به حملات حماس تبدیل به نوعی تنبیه دست جمعی شده و گفته بعد از مشورت با دیپلمات‌هایی که از اسرائیل فراخوانده شدند درباره بازگشت اونها به تل آویو تصمیم گیری میشه. در ادامه سفرهای مقامات فعلی و پیشین کشورهای مختلف به اسرائیل، نخست وزیر بلغارستان در اورشلیم گفته دولت این کشور از اسرائیل در این جنگ حمایت میکنه. نیکولای دنکوف گفته که
باید حماس و تمامی زیرساخت‌های نظامی و اداریش ریشه کن بشن. ما اینجا هستیم تا حمایت قوی خودمون رو از اسرائیل و شهرونداش نشون بدیم. ما میدونیم که این روزا چقدر سخته و به همین دلیل ما باید اینجا میبونیم. من میخوام بگم که ما همگی از حملات تروریستی حماس و کشتن افراد بیگناه شوکه شدیم. این شدیداً مهمه که هرچه سریعتر گروگان‌ها آزاد بشن و حداقل کمیته بین المللی یا صلیب سرخ باید به اونها دسترسی داشته باشه. دیدن حملاتی که به کشته شدن همه این افراد در اینجا در اسرائیل انجامید واقعاً تکان دهنده بود و ما می‌خوایم بگیم که حماس و تمام ساختار نظامی و اداری اون باید ریشه‌کن شه، چون نمیتونه به همین شکل ادامه پیدا کنه. در این حال ما نگران اتفاقاتی هستیم که در نوار غزه رخ میده. بنابراین میدونیم که شما تمام حقوق دفاع از خودتون رو در چارچوب قوانین بین المللی بشر دوستانه و قوانین بین المللی در نظر دارید. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، امروز آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بسیاری از سفرهای حاضر اینجا در اسرائیل دیدار کرد. به نظر میاد که دولت او هم متوجه شده که چقدر نیازمند حمایت بین‌المللی هست، که میبینیم از یک طرف بعضی کشورها مثل بلغارستان خب دارن حمایت میکنن، ولی از طرف دیگه بعضی کشورهای دیگر مثل آفریقای جنوبی دیپلمات‌هاشون از این کشور بیرون میکنن. بله، این امر تازه نیست که من بارها هم گفتم که اسرائیل همیشه در زمینه نشان دادن آنچه که حقانیت خود میدونه از کشورهای عرب و از گروه‌های ترور فلسطینی عقب مونده، و علتش هم این است که وقتی که شما تصاویری رو در ابعاد گسترده میبینید که یک کودک زخمی شده، یک مادر مجروح شده، یک مرده رو با روی دست میبرن بیمارستان و غیره، اینها بسیار ترحم انگیزه. در واقع هر چه که جنگ طولانی تر میشه، بر فشار بر اسرائیل به هدف متوقف کردن جنگ افزوده میشه. بله، آفریقای جنوبی روابطش رو با اسرائیل قطع میکنه، بولیوی قبل از آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی از هنگامی که به استقلال رسید همیشه سیاست طرفداری از فلسطینی ها و به ویژه چریک های فلسطینی رو داشته و امر تازه نیست. دولت اردن سفیر خودش رو از اسرائیل فرا میخوانه و در سازمان‌های بین‌المللی و جمله سازمان ملل و بسیاری دیگر از کشورها خواهان متوقف شدن جنگ هستند و می‌گویند به علل انسان دوستانه، ولی یک نکته رو در نظر نمی‌گیرند که اگر اسرائیل در حال حاضر جنگ رو متوقف بکنه، تنها نتیجه‌اش می‌تونه تقویت حماس و نفس کشیدن حماس و زنده ماندن حماس بشه، و این در حالی که هدف اعلام شده اسرائیل ریشه کن کردن توان تروریستی و آدمکشی حماس است. این فشارها از طرف دنیا و حتی از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد بیش و بیشتر میشه، و در داخل اسرائیل هم افسران عالی رتبه و اونهایی که به امور جنگی و سیاست بین المللی آشنایی دارن میپرسن که چراغ سبزی که هنوز اسرائیل داره و تازه داره چشمک میزنه که وقت داره تمام میشه، این چراغ تا کی قرمز خواهد ماند و تا کی سبز خواهد ماند و قرمز نخواهد شد. به خوبی احساس میشه که ایالات متحده هم تا حدودی داره صبر خودش رو از دست میده، چون آمریکا بسیار نگرانه که ادامه این جنگ به گسترش دامنه اون بیانجامه. ما میبینیم که حزب الله در شمال بر شیوه جنگی خودش افزوده، اون رو خطرناکتر کرده، سلاح‌های کشنده‌تری رو به کار میبره، حیفا رو هدف قرار میده، سران گروه‌های ترور موسی ابو مرزوق، اسماعیل هنیه و دیگران مرتب به تهران میرن. حکومت ایران تهدیدهای خودش رو علیه ایالات متحده بیش و بیشتر میکنه. آمریکا یک نیروی نظامی بسیار قدرتمندی رو به خاورمیانه فرستاده، ولی هنوز همچنان آمریکا نگران جنگ احتمالی با چین هست. چین خودش رو برای حمله و اشغال تایوان
آماده میکنه. اینها همه باعث میشه که فشار بیارن به اسرائیل که جنگ رو متوقف کن، و اسرائیل نمیتونه جنگ رو متوقف بکنه بدون اینکه به هدف خودش برسه. اسرائیل قربانیان بسیاری داده، خسارات بسیاری دیده، به قدرت بازدارندگیش آسیب جدی وارد آمده و باید این جنگ رو ادامه بده. اگر مردم غزه آب ندارن، دارو ندارن، غذا ندارن و دیگر، اینها رو همه رو به خاطر حماس. ما که جنگ رو شروع نکردیم، حماس بود که شروع کرد و باید میدونست که چه قیمتی رو باید بپردازه. در میان فشار بین المللی، و وقتی میگم بین المللی بیشتر کشورهای غربی هستن، ما تقریبا بی اعتنایی کشورهای اسلامی و عرب رو میبینیم. ببینید، شما الان خبر دادید که اروپا 1,250,000,000 دلار تصویب کرده کمک مالی برای مردم آسیب دیده غزه. دو امیرنشین قطر تا به حال صدها میلیون دلار، نمیدونم دقیقا چقدر، صدها میلیون دلار به گروه تروریستی حماس در غزه پول داد که خودش رو تقویت بکنه. هنوز نشنیدیم که حماس، که قطر بیاید و مقداری پول رو برای تامین رفاه مردم غزه یا کاستن از اون آسیب‌های وارده سرمایه گذاری بکنه. حماس می‌بینیم که مرتباً اخباری رو درباره وحشیگری اسرائیل، بربریتش، حمله به بیمارستان‌ها و غیره منتشر می‌کنه، تعداد قربانیان رو روز به روز بیش و بیشتر می‌کنه و هیچ مرجع بین‌المللی نیستش که بیاید و این آماری رو که حماس منتشر میکنه مورد بازرسی قرار بده. یونیسف و دیگر سازمان‌های بین‌المللی همیشه استناد میکنن به اخبار تعداد تلفات اون گونه که حماس اعلام میکنه، و ما بارها دیدیم که این آمار واقعیت نداره. به هر حال دنیا به این جزئیات آگاهی نداره یا بی‌اعتنایی میکنه. گروه‌های اسلام گرا، گروه‌های ضد یهود، گروه‌های یهود ستیزی که در آنتیسمیت در کشورهای اروپایی و حتی در ایالات متحده روز به روز بر اعتراضات خودشون می افزایند، در دانشگاه های ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر جو ضد اسرائیلی و ضد یهودی به شدت تقویت میشه، گسترش پیدا میکنه. ولی اسرائیل باید به هدف خودش برسه. اگر اسرائیل شکست بخوره در غزه، اگر اسرائیل جنگ رو ناتمام بذاره، اگر حماس به پا خیزه دوباره، ما فردا با جنگ خونین تری، با کشته های بیشتری روبرو خواهیم شد، رنج و محنت بیشتر خواهد شد. خطر این که جنگ گسترش پیدا کنه و حکومت اسلامی ایران و حزب الله لبنان هم در ابعاد گسترده واردش بشن بسیار تقویت پیدا میکنه. بنابراین اسرائیل با استناد به آنچه که گفتم میگوید که این جنگ رو ما باید به نتیجه برسونیم، حماس باید از قدرت بیفته و آنگاه آرامش برقرار میشه، و اون موقع است که باید فکر کرد که چه آینده ای رو برای غزه ما پایه ریزی بکنیم که دیگه به کانون ترور مبدل نشه و بتونه با در کنار اسرائیل با همزیستی و همکاری و همیاری به سر ببره. ممنونم. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. ساعتی پیش با خانم مای گولان، عضو کنست و وزیر ارتقای جایگاه زنان اسرائیل، در مورد آنچه در انتظار غزه خواهد بود و تحولات این روزهای جنگ گفتگو کردم. گزارش ها حاکی از اونه که مقامات ارشد دولت بایدن در گفتگو با دولت اسرائیل درباره برنامه کشور برای آینده غزه ابراز نگرانی کردند. از خانم مای گولان پرسیدم برنامه دولت برای کنترل غزه در فردای نابودی حماس چیه؟ It's a great question because we have seen other governments that tried. سوال خیلی خوبیه، چون دیدیم که دولت‌های دیگه هم دارن کم کم به تشکیلات خودگردان فلسطینی شک می‌کنن. یاسر عرفات تروریست رو دیدیم که تفنگ و سلاح بیشتری آورد. ابو مازن الان هیچ کاری نمی‌کنه، هیچ چیزی نمیگه، هیچ چیزی رو محکوم نمی‌کنه. اصلا هیچ قدرتی نداره. اما باید یه چیزی رو درک کنیم. حماس توسط اکثریت مردم، توسط اون 2 میلیون فلسطینی که در نوار غزه زندگی می‌کنن انتخاب شده.
بله اونا خیلی وقت انتخاباتی نداشتن، اما اونا رو میتونم مثل هر دیکتاتور دیگه در جهان عرب مثل ایران در نظر بگیرم. ببینید در ایران دیکتاتوری وحشتناکی وجود داره، اما مردم میرن و برخی از اون رهبران وحشتناک رو انتخاب میکنن. بعضی از مردم به اونها اعتقاد دارن. پس اونا رو باید مثل هر کشور عرب دیگه در جهان در نظر بگیریم که میگن این دیکتاتوری رو میخوان، نفرت نسبت به مردم یهود رو میخوان. اما نمیتونید غزه رو به یک دولت شکست خورده هم تبدیل کنید. اونها درست در کنار مرز با شما هستن. باید راه حلی باشه، درسته؟ وقتی حماس حذف شد، چه کسی باید قلمرو رو اداره کنه؟ گوش کنید، من واقعا اعتقاد دارم تا زمانی که ترور رو از بین نبریم، مسلما مقامات اسرائیلی وضعیت نوار غزه رو زیر نظر خواهند گرفت و اجازه ظهور دوباره تروریسم رو نخواهند داد. من میتونم به شما بگم چه امیدی دارم. امیدوارم مردم غزه، اون 2 میلیون مردم غیر نظامی، نهایتاً بیدار بشن و بگن که دیگه نمیخوان مثل حماس به فرزندانشون آموزش بدن که از همون بد و تولد نسبت به یهودیان نفرت و کینه داشته باشن. واقعاً امیدوارم بیدار بشن و رژیم متفاوتی رو انتخاب کنن که دموکراتیک باشه. اما شما بهتر از من میدونید که اونجا نهاد و زیرساختی برای انجام این کار وجود نداره. بله، اما مردم فلسطین الان میدونن که رهبرانشون توی هتل‌های لوکس زندگی میکنن، میلیاردها دلار در حساب‌های بانکیشون دارن و همچنان اونها رو گرسنه نگه میدارن. مردم فلسطین هنوز مقابل دوربین وای میسن و شعار زنده باد حماس سر میدن. پس اونها احمق نیستن. میتونن بگن باید کسی بیاد سر کار که به اندازه کافی به ما اهمیت بده، کسی که عصر جدیدی برای ما بخواد. گوش کنید، من اینو باید بگم چون شما یادآوری کردید. ما یهودیا توی هولوکاست 6 میلیون آدم رو از دست دادیم و میتونستیم نسبت به آلمان، نسبت به کشورهایی که به ما هیچ کمکی نکردن، نفرت داشته باشیم. اما ما زندگی رو انتخاب کردیم. انتخاب کردیم که برای جامعهمون فرهنگ، آموزش، دموکراسی رو بیاریم. اما اونا چی انتخاب کردن؟ هنوز هم به بچه‌هاشون آموزش‌های قتل و تجاوز میدن. حتی یک جاده هم در غزه ایجاد نکردن. هیچ کاری جز نفرت پراکنی نکردن. پس در نهایت حقیقت اینه که انتخاب مردم غزه اینه که چه کسی اونها رو رهبری کنه. اگر دوباره تروریسم رو انتخاب کنن، ما دوباره اونو نابود خواهیم کرد. اگه چیز دیگه ای میخوان، بهشون کمک میکنیم که این کار رو انجام بدن و اونا میدونن که ما بهشون کمک میکنیم. همه توافقنامه های صلحی که اسرائیل با اردن، مصر و همه امضا کرده رو دیدیم، اسرائیل بهشون پایبند بوده و بهشون احترام گذاشته. ما کشوری هستیم که صلح میخواد، اما کسی برای صلح با ما وجود نداره. مای گولان بود، نماینده کنست و وزیر ارتقای جایگاه زنان در اسرائیل. ارتش اسرائیل ساعتی پیش موقتاً یک کوریدور جدید برای فرار غیرنظامیان از شمال نوار غزه به سمت جنوب باز کرده. این گذرگاه جدید جاده صلاح الدین برای 4 ساعت باز شد. پیشتر ارتش اسرائیل که از پیشروی و تقسیم غزه به بخش شمالی و جنوبی خبر داده، به بیش از 1 میلیون نفر ساکن شمال غزه هشدار داده بود که به دلیل گسترش عملیات‌های زمینی هر چه زودتر به جنوب باریکه غزه برن. همزمان ارتش اسرائیل میگه جنگنده‌ها 450 هدف حماس رو در غزه مورد حمله قرار داده و سربازها یک پایگاه شبه نظامیان حماس رو تصرف کردند. یک خبرنگار رویترز در توصیف شدت حملات هوایی اسرائیل گفته بمباران شبانه غزه از هوا، زمین و دریا یکی از شدیدترین بمباران‌ها از آغاز جنگ اسرائیل و حماس بوده. ما از منطقه السفتاوی آواره شدیم. آمدیم اینجا که پیش عمه‌ام بمانیم. شب بود. من همانجا نشسته بودم که بمباران شد. خودمان را در میان آوار دیدیم. ما را از زیر آوار بیرون کشیدند. میبینید بچه ها، دخترها و پسران جوان همه شهید شدند و آنهایی که داخل نبودند مجروح هستند. همانطور که میبینید تصویر بسیار بلندتر از کلمات صحبت میکند. با افزایش عده آوارگان فلسطینی و ظرفیت ناکافی اردوگاه ها، شماری از خانواده ها ماشین هاشون رو به سرپناه تبدیل کردن. بر اساس تازه ترین آمار سازمان ملل، حدود 1.5 میلیون نفر از اهالی غزه در پی جنگ حماس و اسرائیل آواره شدن. اولین لحظه که نمیتونم فراموش کنم اینه که خونم رو دیدم. خونه ما هدف قرار گرفت و تماما ویران و با خاک یکسان شد. جایی که تو اون احساس راحتی و امنیت میکردیم تو 1 ثانیه از بین رفت. ما با امید یافتن امنیت و حفاظت به اینجا اومدیم، اما امنیت نیست. وقتی میخوابید صدای موشکا رو میشنوید. امنیت از بین رفته.
این چیزیه که ما احساس میکنیم. مردم تو خیابونها آوارن، بعضیا مجروحن. بعد از ویران شدن خونمون ما اینجا نیومدیم، به خونه یکی از بستگان پناه بردیم، اما اونجا هم هدف حمله قرار گرفتیم و خونه روی سرمون فرو ریخت. ما از مرگ گریختیم اما دوباره با مرگ مواجهیم و این چیزیه که انسان نمیتونه درکش کنه. مرتاد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. آقای فرهمند، عجیب هست نه که کشورهای عربی هیچ کدام به نظر نمیاد رغبتی برای پذیرش آوارگان فلسطینی داشته باشن. حالا مصر همش این بهانه رو میاره که نمیخوایم رویای فلسطینی ها نابود بشه، ولی بالاخره 2.5 میلیون جمعیت، 2.2 میلیون جمعیت اونجا وجود داره، همشون که قرار نیست این باریکه رو تخلیه بکنن، به هیچ کس حاضر نیستن پناه بدن. چرا به نظرتون؟ خب فقط مصر نیست، اردن هم اعلام کرد که حاضر نیست هیچ پناهجویی رو بپذیره، چون مسئله آوارگان فلسطینی، پناهجویان فلسطینی، یک مسئله محوری جهان عربه. مسئله حق بازگشت یکی از ارکان اساسی اون چیزی است که به نام قضیه فلسطین نامیده میشه، قضیه‌ای که 75 سالی که زنده است. و اگر که بخوان که دولت‌های عرب این موضوع حق بازگشت رو زیر پا بگذارن و ازش طرف نظر کنند، انگار که اساساً از قضیه فلسطین طرف نظر کردند. این فقط زمانی امکان پذیره که بخوان یک بار برای همیشه تصمیم بگیرن که دیگه این قضیه فلسطین رو فراموش بکنند، از اصرار برش دست بردارند و این حقی رو که فلسطینی‌ها برای خودشون قائلن نادیده بگیرن. و خواست خود فلسطینیان هم تاکنون همین بوده. تاکنون فلسطینی‌ها حداقل از طریق گروه های سیاسی که به عنوان نماینده خودشون انتخاب کردن، مانند جنبش فتح، حماس و دیگران، بر این حق بازگشت پای فشردن. هرچند هم که این حق بازگشت الان غیر عملی به نظر میاد، ولی از این حق بازگشت فلسطینی ها دست بر نداشتن. به خاطر همین هم دولت های عربی اگر که بخوان بیان، خب در اندازه فردی میفهمم همچین آرمان کلانی وجود داره، ولی در اندازه فردی خب حداقل این گزینه رو میتونن جلوی فلسطینی های نوار غزه بذارن. اینطور نیست اگر یه نفر بخواد فرار بکنه، پناه ببره به کشور دیگه، الان گزینه ای نداره واقعا. اگر بخوان در رو باز بگذارن خب نمیتونن، برای طبیعیه. الان اگر بخوان بیان در رو باز بگذارن که بیان بیرون، ممکنه که جمعیت چند صد هزار نفره حداقل بیاد بیرون، یا بلکه اساسا 2 میلیون نفر غزه خالی بشه. قطعا اینکه برن در هر جایی زندگی بکنن بهتر از اینه که در زیر بمباران و موشکباران زندگی کنند و ندونن که آیا چند دقیقه دیگه زنده هستن یا نه. و این چیزی نیستش که دولت‌های عرب بخوان، به خصوص مصر. مصر که الان اگر که قرار باشه این اهالی غزه به جای پناه ببرن، باید برن وارد خاک مصر بشن. اینها علاوه بر این که باری بر روی دوش مصر خواهند بود که خودش الان وضع اقتصادیش وخیمه و خودش زیر بار رشد جمعیت در حال ترکیدنه، مسئله که برای دولت مصر ایجاد میکنن همین هستش که اون مسئله حق بازگشت رو زیر پا خواهد گذاشت. یعنی مصر تبدیل خواهد شد به کشوری که همکاری کرده با اسرائیل، یعنی به خواست اسرائیل تن داده، به دلیل اینکه این چیزیست که اسرائیل میخواد. اسرائیل مطلوبش اینه که مصر در رو باز بکنه، بپذیره این اهالی غزه خارج بشن برن در صحرای سینا. و از روندی هم که اسرائیل داره قضیه رو پیش میبره، یعنی که اساسا داره غزه رو غیر قابل سکونت میکنه. به همین طریق اگه جنگ ادامه پیدا کنه، این منطقه غزه تبدیل میشه به جایی که اساسا دیگه قابل سکونت نیست، کاملا به ویرانه تبدیل میشه و اینجا ویرانه میشه، اهالیش برن برعکسش. آقای فرهمند، چون الان زمزمه‌هایی هستش که ببخشید حرفتون رو قطع کنم، الان زمزمه‌هایی هستش که بعد از نابودی حماس اگر نابود بشن، کنترل رو شاید بدن به یک ائتلافی از کشورهای عربی. من میدونم که خیلی از این کشورها حاشیه خلیج فارس شاید آرزو می‌داشتن که سرزمینی به زیبایی اینجا در کنار دریای مدیترانه داشته باشن. چقدر فکر می‌کنین این اصلا ممکن هست که قطر، امارات متحده عربی، عربستان، شاید حتی اردن و مصر نقش بازی بکنن در مدیریت مدنی منطقه غزه؟ به نظر میرسه که این چیزیست که الان هم در ذهن حاکمان دولت‌های عربی هست. یعنی شاید در بحثایی که در یکی دو روز گذشته بود و سفر آنتونی بلینکن به منطقه، گفته شد که این آقای بلینکن اساساً اومده و داره درباره آینده غزه، غزه بدون حماس، داره با دولت مردان منطقه صحبت میکنه. این که ما اسرائیل پایایی نیستاده که این جنگ رو تا آخرش بره و غزه رو از حماس پاکسازی بکنه. حالا بعد از اون غزه چه خواهد شد؟ که همطور که اشاره کردی چند سناریو مطرحه. یکیش اینه که بدن دست سازمان ملل، یعنی که بدن دست مثلا اتحادیه عرب،
یا اینکه بدن به یک چند کشور عربی رو بیان از اونها بخوان که مشترکاً اونجا رو اداره کنن. حالا خب اینا البته آیا چقدر امکان پذیر میشه در عمل، آیا جواب خواهد داد یا نه، این خودش جای بحث داره. وزیر اسرائیلی که شما داشتی باهاش صحبت میکردی قبل از برنامه، اون هم شنیدیم که تاکید کرد که اسرائیل بعد از اون هم بر غزه نظارت خواهد کرد تا اجازه نده دو مرتبه اونجا به گفته ایشون من پایگاهی برای تروریسم بشه. معناش یعنی که نظارت امنیتی اسرائیل بر غزه ادامه خواهد داشت و اسرائیل به احتمال زیاد حضور نظامیش رو، حضور امنیتیش رو در غزه ادامه خواهد داد. یعنی حتی اگر اداره غزه سپرده بشه به دولت عربی مثلا یا به ائتلافی از دولت‌های عربی، ارتش اسرائیل در اونجا حضور خواهد داشت، دستگاه امنیتی حضور خواهد داشت تا دوباره یک گروه و تشکیلات دیگری مانند حماس و جهاد اسلامی دو مرتبه در غزه ظهور نکنند، چرا که زمینش همچنان وجود داره. یعنی حماس ممکن از بین بره ولی اندیشه حماس و خونخواهان حماس همچنان هستند و زنده هستند. همین بچه هایی که اعضای خانواده شون دارن کشته میشن، کسانی که دارن اینجا الان، این همه مردم غزه که دارن اعضای خانواده شون رو از دست میدن، کینه‌ای که در دل اینها هست به راحتی کمک خواهد کرد برای اینکه گروهی چه بسا رادیکالتر و خونخواه‌تر از حماس دوباره رشد کنه. در نتیجه حضور اسرائیل در غزه ادامه خواهد یافت و اون خودش هم میتونه باز منشأ مشکلات باشه. ممنونم از شما مرتضی فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه از استانبول ترکیه با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از جنوب اسرائیل در مرز غزه به پایان می‌بریم. We'll be right back.